بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساخت قبه مزار امامزاده سید احمد فرزند امام موسی کاظم علیه السلام در شهرستان سومر عراق به مراحل نهایی رسیده است. دبیرخانه اداره فضاهای شیعی عراق اعلام کرد 85% از بدنه آهنی گنبد تکمیل شده است. این اقدام بخشی از بازسازی اماکن متبرکه در عراق است. شانزده هزار پناهجوی ترکیه‌ای باید خاک آلمان را ترک کند. در سال گذشته 1300 نفر از آلمان اخراج شدند. این موضوع در دیدار اولاف شولز و رجب طیب اردوغان در استانبول مطرح خواهد شد. شهروندان ترکیه‌ای 7% از افراد ملزم به خروج هستند. طالبان حدود 3 سال است که دادگاه‌های فراقانونی برپا کرده و ده‌ها نفر را محکوم و شلاق زده است. این دادگاه‌ها حدود 100 نفر را به جرم‌هایی مانند زنا و سرقت مجازات کرده‌اند. فعالان حقوق بشر این اقدامات را نقض آشکار حقوق شهروندان افغانستان می‌دانند. بر اساس نظرسنجی شورای مشورتی ادغام و مهاجرت، بسیاری از پناهندگان افغانستانی در آلمان با وجود تبعیض به ویژه در بازار مسکن تمایل به ماندن دارند. نتایج نشان می‌دهد که تبعیض اغلب به وضعیت مالی آنها مرتبط است و افراد با ثبات مالی احساس تعلق بیشتری به جامعه آلمان دارند. فعالان افغانستانی در ولایت تخار بسته شدن مدارس دخترانه را فاجعه‌ای برای کشور دانستند. آنها در یک جلسه اعتراضی نگرانی‌های خود را درباره وضعیت آموزشی و ترویج افکار افراطی توسط طالبان ابراز کردند. به اعتقاد آنها ادامه تعطیل مدارس تهدید جدی برای زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان است. قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها در آمریکا ضربه اقتصادی شدیدی به کشورهای جنوب شرق آسیا وارد کرده است. این قانون واردات محصولات تولید شده در منطقه خودمختار سینکیانگ چین را ممنوع می‌کند. از زمان اجرایی شدن آن 3.56 میلیارد دلار واردات متوقف شده است. سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد که تنها 5-6% از دانشجویان به افزایش شهریه اعتراض دارند. وی توضیح داد که افزایش شهریه در رشته‌های علوم پزشکی ضروری بوده و بیش از 3 برابر نشده است. همچنین بیش از 70% دانشجویان شهریه خود را پرداخت کردند. یک فیزیکدان برجسته به نام پروفسور اندرو کوتس درباره پروژه‌های ایلان ماسک برای ایجاد کلونی انسانی در مریخ هشدار داد. وی گفت این اقدامات می‌تواند به آلودگی و نابودی سیاره سرخ منجر شود. ماسک ادعا کرده است که تا سال 2054 شهری با 1 میلیون نفر در مریخ خواهد ساخت. فعالان اجتماعی هند را به اجرای سیاست‌های آپارتایدی علیه مسلمانان و اقلیت‌ها متهم کردند. منتقدان حزب بهارات یا جاناتا را به تضعیف دموکراسی و سرکوب مخالفان سیاسی متهم می‌کنند. درخواست‌های بین‌المللی برای مداخله در راستای حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک و جلوگیری از سیاست‌های مودی افزایش یافته است. بیش از 150 نفر از جمله مسیحیان در بورکینافاسو توسط گروه سنی‌های تندرو و تروریست‌های داعش کشته شدند. نفوذ تندروها به این کشور موجب بی‌ثباتی و خروج بخش وسیع از شمال از کنترل دولت شده است. از سال 2015 بیش از 10 هزار نفر در حملات شبه نظامیان جان باختند.